سرخط خبرها. ضرورت واضح است که برای مرحله دوم ما مشوره را انجام بدیم که شروع کار از امیج شروع میشه. برگزاری اولین جلسه شورای عالی مصالحه افغانستان بعد از تاخیر 8 ماه. غنی میگوید مذاکرات دور اول آسان نبوده اما بالاخره به نتیجه رسیده. نقض حکم اعدام 3 نفر از معترضان آبان، دیوان عالی ایران با اعاده دادرسی موافقت کرد. انتقاد از درز مکاتبات محرمانه تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. نماینده ایران میگوید خبر نصب سانتریفیوژهای پیشرفته پیش از مشاهده اعضای آژانس به دست رسانه ها افتاده. و اعتراض به تخریب طبیعت با نواهایی در سوگ درختانی که از پا در آمدند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و عده دیگر از شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان امروز در کابل برگزار شد. شورای عالی مصالحه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 به منظور رهبری روند صلح افغانستان ایجاد شده. کار این شورا هماهنگی در دیدگاه‌های داخلی در مذاکرات با طالبان و تعیین خطوط قرمز در این مذاکرات است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. شناخته ترین چهره های سیاسی افغانستان جمع شدند تا تصمیم بگیرند در برابر طالبان و پشت میز مذاکرات چه بگویند. پس از حدود 8 ماه در اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، حال از جلاد ما به محترم دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری آقای غنی گفت ضرور است که با مشوره و با تدبیر پیش بروند. ضرورت واضح است که برای مرحله دوم ما مشوره را انجام بدیم که شروع کار از امیج شروع میشه و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم. عبدالله عبدالله هدف شورای تحت رهبریش را دفاع از ارزش‌های ملی افغانستان عنوان کرد و کارویژه شورا را پاسخ دادن به این سوال‌ها دانست. نقشه ایران ما برای رسیدن به صلح چیست؟ و در رسیدن به هدف نهایی کدام قدم‌ها برداشته میشن؟ تا چه حد ما حاضر به قربانی هستیم، حاضر به ایستیم که با روحی همدیگر پذیری با ندای بر حق مردم افغانستان که رسیدن به صلح هست جواب قناعت بخش بدیم. دوستانو صلح لزوم اجماع ملی در مذاکرات صلح کلیدواژه نشست امروز بود که بارها به آن اشاره شد. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی گفت نگذارید که از داخل بشکنیم. بیاین که صف داخلی خود مستحکم بسازیم. دولت با اینمی مردم خود خوب معلوم بشه. و این مردم با دولت خود خوب معلوم بشه. به تنهایی شما هم هیچ هستین، ما هم هیچ هستیم. و ملت را خدا ناخواسته در شما را هیچ ندیم. ما یقین دارم که ما از داخل نشکنیم، از بیرون ما را کشکستانده نمیتونم. ما به این ایمان دارم. بیاین نگذاریم که ما از داخل بشکنیم. محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری در زمان آقای کرزی هم گفت شورا باید همشمول باشد و روند صلح نیز فراتر از جناح بندی های سیاسی دیده شود. ای بحث صلح نه صرفاً کار دولت افغانستان و نه صرفاً کار شورای عالی مصالحه است. قضیه ملی است. پیشنهاد میکنیم که این قضیه ملی را از حوزه دو تیم انتخاباتی گذشته بیرون بسازیم، به مردم افغانستان تعلق بدیم.
یکی از وظایف این شورا توحید دیدگاه در داخل افغانستان و ارائه آن به هیئت مذاکره کننده دولت در پشت میز مذاکره با طالبان در دوحه است. توحید نظر و دیدگاه میان اول میان خود ما شما بسیار ضرورت است. این میال من نمیدونم جناب رئیس هر دو رئیس بای محترم، هم رئیس جمهور و هم رئیس شورای عالی مصالح ملی، یک استقامت مشخص و معین و شاید اگر شده باشه ما در جریان نیستیم، یک برنامه مدون و تدوین شده در اختیار ما نیست که ما با مو استقامت بریم در مصاحبه دادن خودم متوجه باشیم، در صحبت ها با شریکای بین المللی خودم متوجه بوده باشیم که استقامت ما روشن بوده باشه که او مبتنی و استوار بر منافع ملی و کشوری ما بوده باشه. حالا پس از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات توقع میره که هیئت‌های دو طرف در قطر هرچه زودتر موضوعات مورد بحث را نهایی کنند تا مذاکرات وارد مرحله جدیتر، پیچیده‌تر و جنجالی‌تری شود. از دید دولت افغانستان مهمترین موضوع برقراری آتش‌بس سراسری است. جنگ افغانستان روزانه قربانی می‌گیرد از هر دو طرف جنگ و از غیر نظامی‌ها. لزوم پایان دادن به این جنگ مرگبار همدیگر پذیری است. این شعر مشهور پشتو می تواند بخشی از نقشه راه صلح افغانستان باشد. و به گفته مشاعر که کتابای چیزایم اوزاوایم چیزایم نبتهی نبزایم، اگر تو بگویی که منم و منم بگویم که منم، نه توی و نه منم، و اگر من بگویم که توی و تو بگویی که توی، هم تویی و هم منم. علی حسینی، بی بی سی، کابل. مجلس ایران پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراین را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرد. قرار بود این غرامت از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود. پیشتر گفته شده بود که دولت حسن روحانی به دلیل کمبود منابع ارزی می‌خواهد تا سقف 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای این کار برداشت کند. هواپیمای اوکراین حدود 11 ماه پیش با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. در ایران صاحب یک مغازه لباس فروشی در شهر کرمانشاه و زنانی که گفته شده مدل لباس‌های او بودند بازداشت شدند. داستان انقلاب کرمانشاه گفته این مغازه‌دار در یکی از پاساژهای شهر برای تبلیغ لباس در ویترین از زنان یا به گفته او مانکن‌های زنده استفاده کرده. در سال‌های گذشته هم افرادی در ایران به تام تبلیغ لباس با استفاده از مانکن‌های زن از جمله در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید منع تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 4 صبح که تاکنون در شهرهای قرمز اعمال میشد، حالا در شهرهایی که در وضعیت نارنجی هم هستند اجرا می شود. وضعیت 278 شهر ایران از جمله تهران از نظر شیوع کرونا نارنجی اعلام شده. در همین حال به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 321 نفر از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند و بیش از 12000 مبتلای جدید شناسایی شدند. شاهین دخت ملاوردی، معاون سابق رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده و دستیار سابق امور شهروندی در دولت حسن روحانی به 2.5 سال حبس محکوم شده. مقام‌های قضایی ایران خانم ملاوردی را به تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا و ترغیب به انحرافات جنسی متهم کرده بودند. گزارش شده یکی از موارد اعلام جرم علیه او به خاطر انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بوده. خانم ملاوردی گفته در دادگاه تجدید نظر به این حکم اعتراض میکند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان، با ماست. آقای مهرابی، در مورد این حکم بیشتر چه میدونیم؟ 2 سال از این حکم به دلیل قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بوده که خانم ملاوردی متهم شده که اطلاعات محرمانه را در اختیار این صندوق قرار داده. این موضوع از همون ابتدای دولت آقای روحانی مطرح بود و نمایندگان اصولگرای مجلس نهم و رسانه‌های اصولگرا به این قرارداد اعتراض داشتند و اعلام می‌کردند که دولت بانک اطلاعاتی زنان ایران را در اختیار سازمان ملل قرار داده که این اطلاعات محرمانه است. حتی جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هم نمایندگان اصولگرای سابق مجلس از جمله خانم فاطمه آلیا خانم ملاوردی را متهم می‌کردند که حتی اطلاعات زنان مطلقه ایران را در اختیار سازمان ملل قرار داده و قراره که مثلا اون زنها
به ترکیه برده بشن و در باندهای فحشا از اونها استفاده بشه. و در چند سال گذشته حجم زیادی از اتهام ها در این باره علیه خانم ملاوردی مطرح شده که دولت این اتهامات را رد کرده و از جمله خانم ملاوردی هم از برخی از افراد شکایت کرده بود که به اون شکایت ها رسیدگی نشده. شش ماه دیگر هم گفته شده بود که به اتهام به دلیل سخنانی بود که خانم ملاوردی درباره یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان بیان کرده بود و گفته بود که همه مردان این روستا به اتهام حمل مواد مخدر اعدام شدن. خب جدا از مسائل حقوقی، این حکم در ماه‌های آخر ریاست جمهوری آقای روحانی صادر میشه، از نظر سیاسی چطور میشه به این حکم نگاه کرد؟ معمولا پایان دولت‌ها اینطوره که قوه قضاییه اون حکمهایی را که درباره مقامات دولت در آب نمک خوابونده بوده اجرا میکنه. همین امروز هم اعلام شد که علیه عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست هم به دلیل صحبتاش درباره انقلاب اسلامی و آیت الله خمینی شکایت شده و او به دادگاه فراخونده شده. این حکمها یا این احضارها به نوعی هم پیام برای رئیس جمهور و هم دیگر مقامات دولت هست که به هر حال اگر بخوان در این ماه‌های آخر اقداماتی انجام بدن یا درگیر بشن، این حکم هم در اون انتظار اونهاست. از سوی دیگه به هر حال میشه انتظار داشت که پس از پایان دولت آقای روحانی هم بعضی از حکم‌هایی که درباره نزدیکانش وجود داشته از جمله برادر او به نوعی به اجرا گذاشته بشه. این حکم همچنین یک پیام هست برای برخی از افرادی که به نوعی میخوان در انتخابات ریاست جمهوری فعال بشن و یا انتظار دارن که از مقامات دولت بعد باشن. معمولا در پایان دولت ها هم نه رؤسای جمهور خیلی به حکم نزدیکانشون اعتراض میکنن و اون را پیگیری میکنن و نه فضای سیاسی به گونه ای هست که این حکم ها بازتاب چندان جدی در جامعه داشته باشه و اعتراضی علیه اون حکم انجام بشه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، متشکرم از شما. دیوان عالی ایران میگوید درخواست اعاده دادرسی سه جوان محکوم به اعدام در پرونده اعتراض‌های آبان پارسال پذیرفته شده و پرونده آنها مجدداً در یک شعبه دیگر بررسی می‌شود. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان پیشتر به اعدام محکوم شده بودند و حکم آنها واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. بابک پاکنیا، وکیل یکی از این سه نفر، گفته حکم اعدام این سه نفر از سوی شعبه اول دیوان عالی نقض شده. همکارم فرن تقی‌زاده با ماست تا در مورد واکنش ها به این خبر در شبکه‌های اجتماعی بهمون بگه. فرن، بله ناجی، این خبر واکنش های گسترده ای داشته. توییت آقای پاکنیا بارها و بارها به عنوان منبع خبر استفاده شد و بسیاری بهش ارجاع کردن. این مسئله که مطرح هستش کلا به این قضیه به یک دید مثبتی کاربران نگاه کردن. یه سری هم دارن یادآوری میکنن که این به معنی تبرئه نهایی این سه نفر نیستش در نهایت و مجددا این پرونده اونها قراره که مورد پیگیری قرار بگیره و دستور رسیدگی مجدد عددش صادر شده. ولی خب این چیزی رو از درجه شادی کاربران کم نکرده و به نوعی همین رو هم یک قدم مثبتی در بهبود وضعیت پرونده این سه نفر میدونن. در حالی این قضیه اتفاق افتاده که پدر امیرحسین مرادی، ناصر مرادی، چند وقت پیش به دلیل اونچه که برای فرزندش اتفاق افتاده بود و غمی که داشت بر اون میگذشت اقدام خودکشی کرد و درگذشت. بسیاری دارن یاد میکنن از ناصر مرادی و میگن که شرایط برای خانواده این سه نفر، مشخصا خود امیرحسین مرادی، بسیار سخت هستش. چه کسی از قوه قضاییه یا حکومت ایران حاضر هستش که از اونها عذرخواهی کنه و شرایط رو برای زندگی مجدد اونها مهیا کنه؟ آیا کسی به درد اونها رسیدگی میکنه که چه بر اونها داره میگذره و جبران کنه شرایط رو برای اونها؟ و آیا اصلا این شرایطی که برای اونها پیش اومده قابل جبران شدن هست یا نه؟ این سوال ها و مسائلی هستش که در شبکه‌های اجتماعی داره صحبت میشه. در مورد آمار دقیق و اسامی کشته شدگان آبان 98 هم بسیاری دارن صحبت میکنن، میگن که این شرایط ایران در وضعیتی هستش که حکومت جمهوری اسلامی هنوز در مورد آبان 98 آمار دقیقی منتشر نکرده، هنوز اونقدر شفافیتی در مورد این مسائل نداشته. و در پایان هم بسیاری از این دارن صحبت میکنن که وضعیت زندانیان سیاسی در ایران کلن باید
بهبود پیدا کنه و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستن. متشکرم ازت فرند تقی‌زاده. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید قانونی که دولت را ملزم به کاهش تعهدات هسته‌ای می‌کند به زیان مصالح ملی نیست. دولت حسن روحانی بیشتر این قانون را مغایر مسببات شورای عالی امنیت ملی خوانده بود. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش کرده که ایران در نامه‌ای محرمانه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته می‌خواهد سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در تأسیسات نطنز نصب کند. در ضمن مکاتبات محرمانه حالا باعث ناخشنودی دولت ایران شده. شیدا هوشمندی گزارش. انتقاد ایران از درز مکاتبات محرمانه‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رسانه‌ها. مدارکی که نشان می‌دهد ایران به آژانس خبر داده که در صدد نصب سه زنجیره تازه از نوعی از سانتریفیوژهای نسل دو موسوم به IR2M است. دولت ایران ارسال این نامه را رد نمی‌کند، اما از درز اطلاعات آن ناخشنود به نظر می‌رسد. این توییت کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس. این گزارش محرمانه که حاوی محتویات نامه محرمانه ایران است، بیدرنگ و حتی پیش از اینکه اعضای شورای حکام بتوانند آن را رهگیری کنند در رسانه ها ظاهر شد. آژانس صرفاً در رابطه با بروز رسانی تحولات مسئولیت ندارد و باید حفاظت از اطلاعات محرمانه را نیز تضمین کند. دولت ایران سال هاست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به درز اطلاعات محرمانه برنامه هسته‌ای این کشور متهم می کند. اتهامی که آژانس رد می کند. کمتر از یک ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تایید کرد که ایران زنجیره‌ای از 174 سانتریفیوژ از همین نوع را در تأسیسات نطنز نصب کرده و گاز هگزافلورید اورانیوم به آن تزریق کرده. این یعنی ایران عملاً غنی‌سازی به وسیله این نوع سانتریفیوژ را آغاز کرده و حالا می‌خواهد به تعداد زنجیره‌ها اضافه کند. حکومت ایران اما در چارچوب برجام متعهد شده که فقط از سانتریفیوژهای نسل اول که توان غنی‌سازی کمتری دارند استفاده کند. رویترز رسانه‌ای که به این مدارک محرمانه دست یافته میگوید اینها نشانه فشار حکومت ایران بر جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا برای بازگشت بی قید و شرط به برجام است. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا پیشتر گفته بود که اگر ایران به اجرای توافق هسته‌ای بازگردد او هم امریکا را به برجام باز خواهد گرداند. در پی ترور محسن فخری‌زاده مقام بلندپایه هسته‌ای نظامی ایران مجلس طرحی را برای مقابله با تحریم‌ها تصویب کرد که ایران را بیشتر از تعهدات هسته‌ایش دور می‌کند. قانونی که حالا شورای عالی امنیت ملی ایران هم از آن پشتیبانی می‌کند. این شورا میگوید قانون لغو اجرای پروتکل الحاقی خلاف مصالح ملی نیست. اعلام موضعی در تضاد با آنچه دولت حسن روحانی پیشتر گفته بود. همزمان با دور شدن ایران از مسیر دیپلماسی در منطقه رایزنی‌هایی در جریان است که بر آینده ایران تأثیر مستقیم خواهد داشت. حل اختلاف بین عربستان سعودی و متحدانش با حکومت قطر که در سالهای اخیر به تحریم آن کشور منجر شده، حالا به نظر می‌رسد با پیشرفت‌های همراه است. تلاش‌های در ادامه سیاست عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عرب که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید بدون فشار بر حکومت ایران و دیپلماسی فعال آمریکا در منطقه ممکن نبود. ببینید ما تروریست ارشد رژیم قاسم سلیمانی را از میدان نبرد حذف کردیم. نشون دادیم که خط قرمز واقعی چیه. ما میدونیم که کارزار فشار حداکثری نتیجه داد، چون الان ایرانی ها برای مذاکره و رفع تحریم ها مستأصل هستند. تأثیر سیاست دولت کنونی امریکا بر آینده روابط این کشور با ایران هنوز مشخص نیست، اما آنچه در ایران رخ می‌دهد تا به حال به سنگین تر شدن وزنه مخالفان مذاکرات بین ایران و امریکا کمک کرده. شیدا هوشمندی، BBC. در ایران غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگوید حل مشکل فاضلاب و آب گرفتگی معابر در این استان وظیفه او نیست و بر عهده شهرداری هاست. آقای شریعتی دو روز پیش به رئیس جمهوری ایران گفت 50 میلیون یورویی که سال پیش برای حل این مشکل دریافت کرده کافی نیست و به سه برابر این مبلغ نیاز دارد. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بعضی از مقام‌های محلی دیگر هم از پذیرفتن مسئولیت در این زمینه شانه خالی کردند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. استان نفت خیز خوزستان که مردمش از این ثروت بی بهره اند.
اگر این مسئولی ها میتونن داخل این مور بخوابن تا منم بخوابم، این مور که میخوای خونه برم بیرون. مسئولین مملکت با ما نیستن، کارون دارند اما آب شرب تمیز ندارند و موزل جدی فاضلاب که سالهاست ادامه دارد. فاضلابی که هم به کارون میریزد و هم به کف خیابان ها و با کوچکترین بارانی زندگی خوزستانی ها هم زیر آب میرود و هم لجن. زالو داخل خونه های مردم. حالا ما یه دفتریم که داخل دفترمون زالو بوده، اصلا انگل زد به بدنمون. فاضلاب، فاضلاب یعنی چی؟ یعنی کثیف‌ترین آلودگی دنیا داخلشه. با این حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگوید وظیفه او نیست که مشکلات فاضلاب این استان را حل کند. ببخشید وسط صحبت شما، شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ 4 سال. آقای شریعتی در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟ اگه خاطر شریفتون باشه، من از دارم که این جزء وظایف شهرداری هاست. سیستم فاضلاب اهواز هم نواقص جدی داره. از مردم خوزستان، از استانداری برای رفع این مشکل چند ساله انتظاری نداشته باشن دیگه. ما قضاوت زودرس دارید میکنید. بذارید من کلامم تمام بشه. بعدش اگر که شما ایرادی اشکالی برش داشتید بفرمایید و اگر هم قضاوت به نتیجه گیری خواستید بکنیم بفرمایید. آخه آقای استاندار، ما دو بار از شما سوال پرسیدیم، شما هر دو بار گفتیم وظیفه شهرداریه. البته دو روز پیش آقای شریعتی در جلسه‌ای با رئیس جمهوری ایران گفت که 50 میلیون یورو برای حل این مشکل دریافت کرده. قراردادی که نصیب قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران شده. اما گفت این پول کافی نیست و 90 میلیون یورو دیگر هم نیاز است تا حدود 67% مشکل حل شود. اومدید و امسال 50 میلیون یورو الان در اختیار است برای اصلاح شبکه فاضلاب. 40 میلیون یورو فایننس خارجی برای تصفیه‌خانه فاضلاب غرب الان شروع شده و 50 میلیون یورو هم امیدواریم در سال 1400 باز بشود که ما 50% نیاز مالی برای بسیار تکمیل شبکه فاضلاب با این 140 میلیون تأمین بشود. اما با طراحی‌هایی که مشاور شد انجام داده، حدوداً بین 67% تا 70% مشکلات فاضلاب اهواز حل بشود. باران فروردین سال پیش هم خوزستان را زیر آب برد. اما موقعی که بهشون رأی بدید بیان بالا، میگه خدا رو نمی‌شناسن. عملکرد نهادها همان موقع هم انتقاد برانگیخت. مثلا این ویدیو نحوه آبروبی در محله ای از اهواز را در پی آب گرفتگی سال پیش نشان می‌دهد. بسیاری از مسئولان میگویند که مشکلات به آنها ارتباطی ندارد. این حبیب آقاجری نماینده ماه شهر در جواب یک زن معترض. اینجا هم مردم سربندر علیه شهردار و شورای شهر شعار می‌دهند و مردی معترض که سر فرماندار ماه شهر فریاد می‌زند. مردمی که ذخایر انرژی زیر پایشان بخش بزرگی از هزینه های کل کشور را تامین می کند، خودشان ناچارند در محرومیت صورت را با سیلی سرخ نگه دارند. پرهام قبادی، بی بی سی. روسیه واکسیناسیون گسترده کووید 19 را در مسکو آغاز کرده. واکسن اسپوتنیک وی که در ماه اوت به ثبت رسید، در اولین مرحله به کسانی که بیشتر در خطر ابتلا هستند تزریق می‌شود. اگرچه این واکسن هنوز در مراحل نهایی آزمایش‌های انسانی است، سازندگانش می‌گویند 95% کارایی دارد و عارضه جانبی مهمی ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مایل است که کشورش در واکسیناسیون پیشتاز باشد و اقتصاد روسیه هم به فعالیت ادامه دهد. کنگره آرژانتین مالیاتی بر ثروتمندترین شهروندان کشور وضع کرده تا هزینه کمک‌های دولتی برای مقابله با بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا را تأمین کند. دولت امیدوار است بیش از 3 میلیارد دلار از این راه به دست آید. این مالیات از حدود 12,000 شهروند گرفته خواهد شد. احزاب مخالف دولت آن را به مثابه مصادره اموال توصیف کردند و می‌گویند بر سرمایه‌گذاری خارجی اثر نامطلوب خواهد داشت.
بیش از 1000 نفر از کارکنان گوگل در نامه‌ای از مدیران این شرکت خواستند درباره اخراج کارمند سیاه‌پوست توضیح دهند. تیمنت گبرو که روی هوش مصنوعی تحقیق می‌کرد بعد از فرستادن یک ایمیل به همکارانش که در آن از خاموش کردن صدای اقلیت‌ها در گوگل انتقاد کرده بود اخراج شده. خانم گبرو می‌گوید مدیرانش کار او را با سختگیری بیشتری در مقایسه با کارکنانی که نژاد دیگری داشتند قضاوت می‌کردند. تغییرات اقلیمی همچنان یکی از مهمترین مشکلات پیش روی بشر است. در آلمان گروهی از فعالان محیط زیست تلاش می‌کنند جلوی تخریب جنگلی قدیمی را بگیرند. آنها مهمانی ویژه هم داشتند. ایگور لویت پیانیست پر آوازه. گزارش تیم آلمان را ببینید. ایگور لویت پیانیستی مشهور و قابل احترام است. گاهی می شود او را در استودیوهای بی بی سی دید. این تصاویر 3 سال پیش است، وقتی خودش را برای نواختن در بی بی سی نیوز آماده می کرد. اینجا اما اجرای متفاوت در جنگلی در مرکز آلمان. اجرای آزاد از دنی بوی در یادبود جنگل داننرود که بخشی از آن به خاطر جاده سازی تخریب شده. شرایط غم انگیزیه. وقتی که خودم رو آماده می کردم این حس رو داشتم که می خوام آهنگی بزنم برای ودا با چیزی که از ما جدا می شه. با این حال از اینکه اینجا با شما اصلا راضی و قدردانم. اعتراض ها در اینجا 1 سالیست ادامه دارد. طرفداران محیط زیست تلاش می کنند که اینجا را حفظ کنند. مقام ها می خواهند کار گسترش جاده جلو برند. اون چه داره اتفاق میفته تلاش برای کاهش تنش بین فعالان محیط زیست و پلیسه. این تلاشی برای حفظ اکوسیستم و زندگی تا به بقا ادامه بدیم و این عمیقا شاعران است. قطعاً حضور ایگور لویت باعث جلب توجه عموم شده، اما سقوط درختان ادامه دارد. برای این معترضان روز با نوای غم انگیز تمام می شود. رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.